سلام، من هادی ام، دوباره خدمتتون هستم با کارگاه داکر سوار. منم قراره با هم وقت بگذرونیم. خیلی خوشحالم که دوباره قسمت شده، فرصتی پیش اومده که من دوباره بتونم باهاتون صحبت کنم و با هم کارهای باحال و جالب بکنیم. همونطور که گفتم داکر سوار، ما قراره امروز یه مقدار با هم کار بکنیم، یه مقدار آشنا بشیم باهاش، چجوری کار میکنه، کامندهایی که باهاش قرار سر کله بزنیم چی هستن، یه نمونه عملی هم قراره با هم ببینیم و ایشالله که بتونیم روش آنبورد بشیم. خب، بخش اول طبیعتا من یه سری توضیحات باید راجع به خود نحوه عملکرد دکتر سوارم بدم و یه سری توضیحات در موردش، بعد میرم سراغ کامنداش، بعدش هم میرم سراغ اجرایی پروژه. همین توی این پروسه هر موضوعی رو که توضیح بدم بشه عملی اجراش کرد، حتما من این کار انجام. خب همونطور که تصویر میبینین، اینجا ما کلن استراکچر داکر سوار رو داریم میبینیم. دو تا نقش وجود داره توی داکر سوار، یعنی وقتی که داکر سوار راه میندازیم دو تا نقش وجود داره، نقش منیجر و نقش ورکر. منیجر باید تعداد فرد باشه و اینجوری نیستش که هرچی منیجرامون بیشتر باشن کلاسترمون خیلی بهتر کار میکنه، بین 3 تا 7 و اون عدد بهینش 5 تاست. قراره کلاسترمون رو مدیریت بکنه. کلاستر چیامون؟ کلاستر داکرامون. ما همونطور که گفتم داکر سوار یک ابزاریه برای اینکه ما دیستریبیوت داشته باشیم انجین های داکر. فرض کنیم مثلا ما 10 تا سرور داریم و میخوایم اپلیکیشنامون رو روش بالا بیاریم. خب ما باید 10 تا رو 10 تا سرور داکر نصب بکنیم، بعد داکر ران بکنیم، داکر پوش بکنیم، پول بکنیم، خیلی مشقت داره. راهی که داکر جلوی پای ما گذاشته، خود داکر جلوی پای ما گذاشته، این که ما داکر انجین داشته باشیم، داکر ماشین به عبارت داشته باشیم، یعنی رو هر کدوم از سرورامون یک ماشین داکر داریم و به صورت متمرکز اینا رو مدیریت میکنیم. روی چه نودی مدیریت میشه؟ روی نودای منیجر، همون منیجرایی که توی دارین توی عکس میبینید. توی خود داکیومنتیشن خود داکر میگه که اینا باید فرد باشن، عددی بین 3 تا 7 رو گفته و اگه از 7 بیشتر باشه توصیه نمیشه. این نودای منیجر همونطور که گفتم کار مدیریت کلاستر رو انجام میدن، یا بهتر بگیم مدیریت اون ارکستریشن اونو دارن انجام میدن و با یه پروتکلی، با یه الگوریتمی به اسم الگوریتم رفت کار میکنن که من داکیومنتیشن مربوط به الگوریتم رفت اینکه چجوری کار میکنه رو هم همراه با ویدیوها توی کانال قرار میدم. و اینکه یه رولای دیگه وجود داره به اسم رول ورکر که اون هر تعدادی میتونه باشه، که اون ورکرها در حقیقت انجینای ما هستن. اون انجینا قرار اپلیکیشن های ما روش بالا بیاد، به عبارت اگه بخوام بهتر صحبت بکنم سرویس های ما روش بالا بیان، چون دیگه توی ادبیات داکر سوار دیگه اپلیکیشن ها اینا نمیگیم، میگیم سرویس و هر سرویس شامل انتا تاسک داره، انتا تاسک میشه. خب پس همونطور که توی این عکس مشخصه، ما یه رول منیجر داریم، رول ورکر داریم، سرویس های ما روی ورکر بالا میاد. البته میتونه یه نود منیجر ورکر هم باشه، ولی خب میتونیم خب حسبش بکنیم که مثلا مثلا وظیفه ورکر روی منیجر نباشه، یعنی توی یک سرور میتونن با هم جمع بشن روی یه نود. و اینکه چیز دیگه ای نیست، همین دوتا رول ما بلد باشیم میتونیم ادامه کار رو بریم جلو. خب من میام سراغ اوورویو داکر سوار. یه سری فانکشنالیتی ها به ما میده، یه سری خصوصیت ها به ما میده استفاده از داکر سوار که ما تک به تک اینا رو به صورت خیلی خلاصه بار داریم بررسی میکنیم. اینکه منیجمنت اون ارکستریشن ما روی یک جاست، یعنی اینکه اگه ما بخوایم از داکر سوار به اپلیکیشن هایی که یا ابزار هایی که کار ارکستریشن انجام میدن استفاده نکنیم، کار منیجمنتمون خیلی سخت میشه و منیجمنت متمرکز رو بهتره که داشته باشیم، یعنی باید داشته باشیم توی حالتی که انتا نود داریم و باید اینو منیج بشن. پس منیجمنت متمرکز رو داریم. اینکه به صورت متمرکز سرویس های ما یک جا قرار نمیگیرن،
یعنی ما مثلا فرض کنیم 10 تا سرور داکر انجین داریم، سرویس های ما با توجه به رپلیکا هایی که تعیین میکنیم هر کدومشون روی یه مثلا سرور قرار میگیرن و از هر کدوم از سرویس های ما ممکنه چند تا بسازیم و هیچ اوورلود خاصی نداره روی ما، فقط کافیه مثلا یه رپلیکا تعیین بکنیم و روی نودهای مختلف قرار میگیره. این که قابلیت اسکیلینگ به ما میده، مثلا فرض کنیم ما یه سرویسی داریم که با یه روی یه دونه سرور داره کار میکنه، شما میتونین با یه دونه کامند اسکیلش کنین به دو تا سرویس و میتونین لود بالانسینگ داشته باشین و از یه دونه سرویستون چند جا داشته باشین. خب این قابلیت خیلی خوبیه، داشتن ریداندنسی برای لود بالانسینگ یه مقداری اوورهد داره برای ما، اینکه بتونیم سرویس رو مثلا یه جا داشته باشیم یه جا دیگه پیادش بکنیم و اینا با هم کار بکنن، ولی ما با تو محیط ارکستریشن که الان داکر سوار ما داریم با هم بررسی میکنیم این موضوع کاملا راحته و با یک گونه کامن انجام میشه. اینکه ما میتونیم توی اون ارکستریشنمون نتورک اوورلی داشته باشیم، یعنی که بین سرورامون نتورک اوورلی، یعنی نتورک بریج بین همه اینها، و اگه که مثلا کانتینر ما از یه سرور بره روی یه سرور دیگه قرار بگیره هیچ مشکل توی نتورک و دسترسیش به وجود نمیاد. قابلیت دیگه که میتونیم بهش اشاره بکنیم لود بالانسینگ، که ما میتونیم از یه سرویسمون چند تا داشته باشیم و ترافیک رو بینشون لود بالانس بکنیم. موضوع دیگه که وجود داره موضوع آپدیته. آپدیت توی داکر سوار راه دست و خوبه، یعنی مثلا فرض کنیم ما تعیین میکنیم که وقتی خواست آپدیت بشه به میزان مثلا هر کدوم 10 دقیقه اون آپدیت روی رپلیکاها اعمال بشه، یعنی الان که آپدیت اعمال شد روی یه دونه رپلیکا 10 دقیقه بعد روی یه دونه رپلیکای دیگه اعمال بشه، این قابل تنظیمه. خب ما میتونیم راحت رول بک بکنیم آپدیت هامونو. این مزیت هاییه که هستش که با ما میده، یعنی توی آپدیت کردن خیلی دستمون بازه و راحت میتونیم این کار انجام بدیم. کلا هر تولزی که به وجود میاد برای راحت کردن کارهای ماست دیگه، میتونیم لود بالانس داشته باشیم، میتونیم اسکیل بکنیم، مدیریت متمرکز داریم. اینا از بولترین مشخص هایی هستش که یک محیط ارکستریشن مثل داکر سوار به ما میده. خب بهتر که بریم سراغ اصل مطلب، که ما بتونیم باش کار بکنیم، سوال راه بندازیم، مقدار باش کلنجار بریم، چون عقیده من این هستش که اگه عملیاتی ما بریم سراغش و دست به کیبورد بشیم خیلی بهتر یاد میگیریم تا اینکه من مفاهیم پشت هم توضیح بدم. قطعا ممکنه تو این کارگاه مفاهیمی از قلم بیفته که شما خودتون میتونید برید مطالعه بکنید، ولی اون چیزی که به دست باید بیاد تو این کارگاه آنبورد شدن و دست رو کیبورد را افتادن واسه ماژولهایی که قراره در موردش توضیح بدم. پس دیگه منتظر نمیذارم و بریم تو دل کار ببینیم که اوضاع از چه قراره. قبل از اینکه من شروع کنم یه تشکر خیلی ویژه از دوستانم توی اپ آروار میکنم، به خاطر اینکه تا متوجه شدن که من کارگاه های دیوپس رو دارم یعنی شروع کردم و دارم پیش میبرم با شما، به من یعنی اکانتم رو شارژ کردن که من بتونم از یس برای شما از اون استفاده بکنم. البته خب ما یس رو توی این کارگاه ها نیاز داریم که بتونیم سرور مجازی داشته باشیم. از همینجا سعیمان ازشون تشکر میکنم. من دوستان خیلی خوبی اونجا دارم که امیدوارم همیشه و همه جا که هستن سلامت و شاد باشم. خب این اکانت ابرارمان منه، من اسمم مینا طاهری نیست، مینا طاهری خانممه. من چون یه اکانت دیگه دارم که باش دارم کار میکنم مجبور شدم که کلن موضوع کارگاه رو بیارم روی اکانت دیگه که به اسم خانمم ساخته، چون با یه کد ملی میشه، من یعنی یه نفر با یه کد ملی نمیشه دو تا اکانت بسازه. خب میریم سراغ سرور. توی بخش سرور من 3 دونه سرور ساختم. چرا 3 تا ساختم؟ به خاطر اینکه من میخوام 3 تا حداقل 3 تا منیجر داشته باشم، نود منیجر داشته باشم توی کلاستر سوارم، و همه این 3 تا فعلا در نظر میگیم که ورکرم هستن. حالا به دلایلی یکیشو حس میکنیم که در آینده بهتون میگم. هر کدوم از این 3 تا یه آی پی پابلیک دارن و من یه نتورک دیگه ساختم که نتورک پرایوته و هر کدوم از این سرورها یه آی پی پرایوت دارن که کلن این اینیشیالایز شدن سوارم و تبادل اطلاعات رو اینها توی اون نتورک پرایوت انجام میشه و اون نتورک پابلیک اینو نیاوردم. یعنی چی؟ یعنی من رفتم توی نتورک، یه نتورک اینجا ساختم اسم سوارم پرایوت
و بعد هم اگر که من بتونم خودم رو از اینجا دور کنم، سه تا پورت ساختم براش، برای هر سه تاشون که روی آی پی پرایوت کار میکنن و من قراره با اون آی پی آی پرایوت با یعنی ارتباط داکر سوار، ارتباط اون نودای داکر سوار از طریق نتورک پرایوت. خب بریم سراغشون. من شما اینجا نمیبینید نه؟ بذار. خب این همون ستا سرور هستن که الان ما دیدیم، قرار روی اینا داکر سوارم ران بکنیم. اول از همه نیاز به اینیشیالایز کردن داکر سوارم وجود داره. پس من اون نودی که میخوام که منیجر من باشه میام که، خب کانکشن من رفت، میگم که docker swarm init. خب به من چی میگه؟ میگه که تو دو تا آی پی داری، یعنی دو تا اینترفیس داری. میبینی؟ دو تا اینترفیس، یه دونه پرایوت دارم، یه دونه پابلیک دارم. اینا اینترفیس داکر و بریجایی که قبلا ساخته شده. چون مثلا اینجا docker network ls بزنین، اینجا یه دونه نتورک داکر جی دبلیو بریج می‌بینین که این اینترفیس مربوط به اون. قبل از هر چیز بهتون بگم که روی تک تک این سرورها باید حتما داکر نصب بشه و اینها به صورت داکر ماشین باشن. یعنی حالا توضیح میدم که چجوری داکر ماشینش بکنیم. باید به صورت داکر ماشین باشن. یه کامند یه کار خاصی نداره که ما بتونیم از کامند داکر سوارم استفاده بکنیم. پس من اینجا می نویسم که docker swarm init. اینجا به من میگه که تو دو تا آی پی داری، رو کدومشون میخوای docker swarm بیاری بالا. من میگم روی پرایوت هم میخوام بیارم بالا، پس میگم docker swarm init دش دش advertise address 192.168.0.1. خب اینجا به من یه دونه به عبارتی کامند docker swarm میده با یه توکنی که من اگر اینو ببرم روی سرورهای دیگه‌ام اینو اجرا بکنم، اونها به عنوان ورکر به ارکستریشن ما اضافه میشن. پس بریم همچی کاری بکنیم. این کامندی که من میده و رو پورت 2377 هم داره کار میکنه. من میام اینجا، اینجا هم کانکشن من رفته. اینجا هم من داکر رو قبلا نصب کردم و توی داکر سوارم دیگه بوده، پس من اول باید خارج بشم از داکر سوارم که قبلا ارکستریشن قبلا بوده. پس می نویسم داکر سوارم لیو. به من میگه که باید فورس اجرا بکنم چون قبلی ورکر بود، منیجر بود، من منیجر رو پاک کرده بودم. الان از داکر سوارم قبلی ارکستریشن قبلی اومد بیرون، من دوباره این کامند اجرا میکنم. خب این جوین شد توی ارکستریشن. میام رو سراغ نود 3، احتمالا اینم رفته. بله احتمالا این جزء یه سوارم دیگه بوده، من خارجش میکنم. سوارم لیو داش داش فورس. حالا کامند رو اجرا میکنم. این وارد این سرور هم وارد ارکستریشن شد. میام سراغ همون سرور اولی که داشتم. یه کامندی هست به اسم داکر نود ls. نودایی که توی سوارم ما هستن داره بهم نشون میده، هر ستا رو داره نشون میده، اکتیف هستن و اولی به عنوان منیجر هست و توی منیجر به عنوان لیدر. خب بیاییم یک کاری بکنیم، بیاییم بقیه رو هم منیجر بکنیم. اینا همه منیجر هستن، در این حال ورکر هم هستن. بیاییم بقیه رو منیجر بکنیم چون ما به ستا منیجر نیاز داریم. خب چیکار میکنیم؟ بیاییم پروموت میکنیم. یه اصطلاحی وجود داره به اسم پروموت کردن. یعنی چی؟ یعنی میسم داکر نود، من داکر اشتباه نوشتم، داکر نود پروموت داکر سوارم
دو. خب چون منیجر بعد که سوار مسته اینا همه شدن منیجر. حالا نود ال سواره میگیرم، هر سه تا اینا منیجرن غیر از اولی. قبلا اولی بود فقط، الان دو تای دیگه هم منیجر شدن. خب این از اینیت کردن یه دونه کلاستر، یه دونه ارکستریشن سوار. اگه بخواین چیز کنی، بخواین از منیجر درش بیارین بکنیش به ورکر، بعد دیموت بکنین. یعنی چی؟ یعنی می‌نویسیم داکر نود دیموت، حالا داکر سوارم دو. حالا نود الیس بزنیم، این دیگه منیجر نیست. پیشنهاد نمیشه ما عدد زوج داشته باشیم، یعنی تعداد منیجرمون زوج باشه، بهتره که فرد باشه. پس من دوباره پروموتش میکنم داکر سوارم دو رو، بازم منیجر میشه. خب توی ویدیو قبلی گفتم که یکی از پیش نیازهایی که ما برای هر سرور روی توی ارکستریشن داکر سوار نیاز داریم این که داکر ماشین هم برایشون داشته باشیم. نحوه داشتن داکر ماشین اینجوریه که حالا ما وارد حالا از توی گیت هاب داکر ماشین رو دانلود میکنیم و بعد که دانلود کردیم اونو وارد یوزر لوکال بین داکر ماشین میکنیم و دسته اکزیکیوشنی بهش میدیم و ازش استفاده میکنیم. این نحوه داشتن داکر ماشینه که توی ویدیو قبلی گفتم که در موردش توضیح میدم. بریم سراغ خود سوارم خودمون، مقداری شروع بکنیم، سرویس بیاریم بالا، سرویس ها رو اینسپکت بکنیم، رپلیکا بسازیم، رپلیکا کم کنیم، ببینیم چه جوری. میگیم که کامندی که استفاده میکنیم داکر سرویس هست. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه دونه سرویس کرییت بکنیم. داکر سرویسی که میخوایم کرییت بکنیم اسمش چیه؟ اسمش می‌نویسیم که تست سوارم. چند تا دونه ازش میخوایم؟ یه دونه ازش میخوایم از جین میجی آلپاین. حالا اینجا میتونیم ما یک کامند بهش بدیم دیگه. توی کارگاه قبل گفتیم ما برای اینکه یه دونه کانتینر داشته باشیم که آپ بمونه باید یه دونه تسک توش باشه. پس من تسکی که اینجا بهش میدم چیه؟ ping google.com. پینگی که هم که تو لینوکس میگیم تا ابد ادامه داره دیگه، پس تسکی این نیستش که از بین بره و کلن کانتینر ما کلن اگزیت بشه. این اجرا میکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این میره که آلپاین رو که لینوکس جمع و جور هست و پول بکنه و بعد کامند ما رو توش اجرا بکنه و این رو به عنوان یک سرویس روی یکی از این سه تا سروری که داریم این سرویس رو آپ بکنه. خب حالا چجوری بفهمیم که سرویس تو چه وضعیتیه؟ داکر سرویس LS. خب میگه که ما یه تست سوار داریم، اینه دیگه سرویسش. خب حالا میایم اینو PS میکنیم، یعنی ما یه سرویس همون LS میکنیم، لیست میکنیم ببینیم سرویس همون چیا هستن. وقتی میخوایم بریم تو دل سرویس ببینیم چه اتفاقی افتاده که سرویس ران شده، داکر سرویس PS، داکر سرویس PS تست سوار. خب استیتش رانینگه و 38 ثانیه است که آپه. روی کجا اومده بالا؟ روی داکر سوارم یک اومده بالا، یعنی روی همین سروری که الان هستیم. خب یعنی من اینجا داکر پی اس بزنم روی خود انجینی که الان هست، میگه که خب من یه کانتینر دارم که ایمیجش آلپاینه، کامندی هم که روش ران شده ping google.com و اینکه نیمش هم اینه. این نیمی که سوار میده یه همچین چیزیه، یعنی اسم سرویس دات یک چیه؟ اون رپلیکاه و یه استرینگ خیلی کامپلکس. خب بیایم حالا اینسپکت بکنیم داخل خود سرویس، ببینیم که توی خود سرویس چه پارامترهایی میتونیم ببینیم. اینسپکت میکنیم، داکر اینسپکت تست سوار. ببینیم یه چیز جیسانه خیلی نامفهوم طور به ما میده. یه سویچی وجود داره دشتش پریتی، فکر میکنم که یا داش پریتی، انگار که نمیخواد من پریتی دیگه.
من داشتم اینجا رو اشتباه میکردم، داکر سرویس اینسپکت، بعد داشتش بریتی رو اینجا بذارم و بعد میرسم تست سوار. این دیتای خیلی بهتری رو به ما داد. الان میگه که سرویس رپلیکیتده، یه دونه رپلیکا داریم ازش، توی فیلد شدن سرویس پاز میشه. اینا رو همه رو میتونیم مطالعه کنیم دیگه که تو اینها دقیقا به چه معناست، که بخشش رو تو همین کارگاه میبریم جلو. حالا تسکی هم که توش هست اینه پینگه. خب حالا یه چیز دیگه هم چک کنیم، داکر اینسپکت بکنیم خود کانتینر رو. اول داکر پی اس میکنم، داکر اینسپکت میکنم ای 84. خب این چه آی پی داره؟ 170.17.0.17.0.2 بر اون نتورک بریج اومده بالا، رو نتورک خود دیفالت خود داکر اومده بالا، یعنی نتورکی هم نساخته. من اینجا داکر نتورک الس بزنم، روی بریج خود چیز اومده بالا. خب ما الان یه سرویس آوردیم بالا، الان ما میخوایم اینو اسکیلش بکنیم، میخوایم که مثلا روی اسکیلی ببریم دو تا سرویس ازش داشته باشیم، روی دو تا، قطعا روی دو تا سرور مختلف. چی کار میکنیم؟ یا میگیم که داکر سرویس اسکیل، خب بعد اسم سرویسمون و بعد میذاریم دو، از یک میبریمش دو. این چه اتفاقی میفته؟ خب من دوباره داکر سرویس الاس میگیرم، میگه دوتا رپلیکا داری، داکر سرویس پی اس میگیرم تست. خب یکیش کجاست؟ روی سوارم یکی، یکیش روی سوارم دو دیگه، روی سرور دوم، به هر جفتشون هم رانینگ. میرم روی سوارم دو، اساسش هم طبق معمول رفته، من دوباره بس میشم بهش، یه داکر پی اس میگیرم، میبینم که اینجا هم این کانتینر من بالاست، پس تونستیم اسکیل بکنیم. حالا ما حتی میتونیم بیاریم رو همون یه دونه هم حتی انجامش بدیم با هم، بیاریم روی یه دونه. ما مثلا فرض کنیم یه دونه سرویسی داریم که داره کار کشینگ انجام میده. خب اینو ما هر چقدر تعدادش بیشتر بکنیم و اگه یه لود بالانسر جلوش داشته باشیم، میتونیم بار رو روی سرورمون روی سرویسمون کم بکنیم دیگه. حالا به جایی که مثلا یه دونه شرفیم، دو تا داریم، دو تا سرور مجزا و بعد لود بالانس روبروشو کانفیگ میکنیم که روی هر دو تا سرور بار رو بریزه. خب این خیلی راحت تره دیگه، اینکه ما خودمون بریم دو تا کانتینر داشته باشیم، دو تا سرور داشته باشیم، کانتینر رو روی یکی بعد بریم روی یکی دیگه، بعد اگه خواستیم مثلا چیزش کنیم حذفش بکنیم یکی رو، درد سر داریم. ولی الان با یک کامند ما انجامش میدیم. میگیم دوباره داکر سرویس الاس میکنم، پی اسش میکنم روی، الان فقط داکر سوارم یک رانه. حالا اگه بخوایم یه دونه سرویس حذف بکنیم چیکار بکنیم؟ دو تا راه داریم، که راهی که پیشنهاد میده داکر سوارم اینه که ما اینو رپلیکاشو بذاریم رو صفر. راه دوم این که از داکر سرویس آر ام استفاده بکنم. الان داکر سرویس الاس من بگیرم، یه دونه سرویس دارم که صفره. خب الان رپلیکا صفر شده دیگه، من بگم هستش این فرم رپلیکا صفره، پس روی هیچ سروری من اگه داکر پی اس بگیرم هیچ کانتینری نباید وجود داشته باشه. من رو اینا بس بشم، ایشالا توی کارگاه انسیبل دیگه نیاز نیست ما انقدر کامند بزنیم روی سرورهای مختلف دیگه، اون موقع دیگه انسیبل یاد گرفتیم.
خب این هم همه مواردی که از ساخت سرویس، اینسپکت گرفتن از سرویس، بعد اسکیل کردن و اینکه اگه که مثلا چند تا سرویس داریم مثلا بخوایم کمش بکنیم، رپلیکا هامون کم بکنیم و اینکه ببینیم که روی خود سرور چه اتفاقی میفته، اینها رو الان ما در موردش صحبت کردیم. خب بیایم یکم در مورد استیت هایی که یه سرویس میتونه داشته باشه در موردش صحبت بکنیم. توی داکیومنتشن خود سوار تقریبا به ترتیب همه این استیت ها رو بیان کرده. اول از نیو شروع میشه، بعد وقتی میخواد شروع بکنه به ریسورس دادن تو حالت پندینگ میمونه، اگه نتونه ریسورس بده بعد از چند مدت توی پندینگ موندن به حالت ریجکتد میره. مثلا فرض کنید توی استیتی که نتونه پرمیژن تغییر نداره، مثلا یه والیوم اساین شده بهش و میخواد یک پرمیژنی نیاز داره یا مثلا میخواد سی اچ اون کنه، اینو توی دیتا اینکه مثلا یه سرویس دیتابیس میخواین بیارین میبینینش، تو حالت پندینگ میمونه. ولی خب اگه که این اتفاق نیفته سریع به حالت اسایند میره و بعد اکسپتد میشه و بعد پریپرینگ و بعد استارتینگ و بعدم رانینگ. اگه که تست تموم بشه به حالت کامپلیت میره. اگه که بعد یه مدت که ریجکتد اتفاق میفته، چون مثلا وقتی روی یه نود ریجکت میشه میره روی نود دیگه، دوباره روی نود دیگه و بعد که نودها تموم شد تو حالت فیلد میره. توی حالتی که مثلا فرض کنیم که رانینگ هست، یعنی یه دونه سرویس روی یه نود رانه ولی به هر دلیل این نوده میخوابه یا خاموش میشه، اون سرویس هایی که روی اون نود هستن میرن تو حالت شاتداون و بعد اون سرویس روی یه نود دیگه ران میشه و تو حالت رانینگ در میاد. کلا این پروسه هستش که توی سرویس ها روی داکر سوارم اتفاق میفته. خب همونطور که گفتم یه نحوه دیگه برای دیلیت کردن یه دونه سرویس ما داریم، اونم که RM بکنیم، داکر سرویس RM. چرا مثلا اینجا من الان دارم داکر سرویس LS که میگیرم، یه دونه سرویس تستوار دارم میبینم. اگه خواهم کلن منهدمش کنم و بتر کنمش میشه داکر سرویس RM تست سوار. الان دیگه من LS بزنم میگه هیچ نمیبینم. خب بیاین حالا در مورد آپدیت با هم صحبت بکنیم. آپدیت یه سرویس با مثال بریم جلو که بهتر یاد بگیریم. فرض کنیم که ما یه دونه سرویس داریم، بعد نیمش رو میذاریم ردیس تست، رپلیکامون چقدر باشه؟ رپلیکا 3 باشه. بعد عرض شود که میذاریم که آپدیت دیلی 10 ثانیه. دارم چی میگم؟ دارم میگم که من این سرویس که دارم میسازم اگه خواستم یه روز آپدیتش بکنم، وقتی کامند آپدیت رو زدم چی بشه؟ هر 10 ثانیه بین آپدیت ها فاصله باشه، یعنی اولی سرور آپدیت بشه بعد سرور دوم بعد سرور سوم. بیاین انجامش بدیم با ایمیج چی؟ میگم که ردیس 306. ببین چه اتفاقی میفته. رپلیکام 3 تاس، آپدیت دیلی هم 10 ثانیه است، ایمیج هم ردیس 306. خب الان میره که این ست سرویس رو بالا بیاره. نتمون رفت یا نه؟ اول خب باید بره پولم بکنه دیگه تا این پروسش انجام بشه. خب تموم شد داکر سرویس LS. خب درسته داکر سرویس PS ردیس تست همه اونا رانینگ هر رو 1 2 3 رو همه آورده بالا دیگه، نیاز نیست بریم ببینیم دیگه، قطعا رو همه آورده ردیس رو بالا. میام چیکار میکنیم؟ میمیسیم که داکر سرویس آپدیت داشت ایمیج ردیس
3 0 7. حالا کدومی که از سرویس هم ردیس تست. این الان وقتی میره آپدیت بکنه، بین هر آپدیتی که انجام میده 10 ثانیه فاصله میذاره. حالا ما میتونیم یه نیمه شب میخوایم سرویسمون آپدیت بکنیم، قطعا سرویسمون ردیس نیست. ممکنه ما یه دونه داکر فایل داریم، کلی کار توی اون ایمیج انجام شده، بعد حالا میخوایم اون ایمیجمون رو کلا عوض بکنیم. یه نیمه شب میایم چیکار میکنیم؟ این آپدیت رو انجام میدیم، هر یک ساعتی یه دونه سرور آپدیت میشه، خب، و با یه کامند داره انجام میشه. ببینید بین هر کدوم از آپدیتاش داره 10 ثانیه صبر میکنه و میره سراغ آپدیت بعد. این با یه کامند داره آپدیت ما انجام میشه و فاصله هم هست بینشون. این خیلی مزیت مهمیه، یعنی اوورهد ما رو تو آپدیت کردن سرویس ها خیلی پایین میاره. خب الان آپدیتش تموم شد دیگه، من الان برم روی مثلا روی سوارم 2 داکر پی اس بزنم. اینجا چی میبینم؟ ایمیجش چیه؟ ایمیجش 307. خب این ایمیج ها آپدیت شد. این هم از آپدیت کردن ایمیج. خب همونطور که مشاهده میشه الان ساعت 3 صبح، 3:22 صبح، ولی من چون شما رو خیلی دوست دارم الان دارم براتون بخش سی ای سرتیفیکیت رو توی بخش سوارم سکیوریتی باز میکنم. کلن ارتباط بین منجرها و ورکرها از طریق TLS انجام میشه و ارائه سرتیفیکیت. خود این بستر خیلی امنیت ارتباطی بین نودهامون رو بالا میبره، اما اگه بخوایم یه مقداری بهبود بدیم شرایط رو، چند تا مورد هستش که میتونیم الان بهش اشاره بکنیم. یکی این که ما میتونیم این اکسپایری سرتیفیکیتمون رو کاهش بدیم، چون با ارائه یک سی ای سرتیفیکیت که توسط منیجر تعیین میشه، منیجر ساخته میشه و سلف سایند هست، ارتباط بین مثلا بقیه نوت ها و ورکر ها یعنی اتفاق میفته. حالا اگه ما بخوایم این اکسپایریش رو کمتر بکنیم، چون به صورت دیفالت 3 ماهه، میتونیم از کامند داکر سوارم آپدیت سرت اکسپایری، حالا تایمش هم بهش بدیم و مینیمم تایم هم که میتونیم بهش بدیم 1 ساعت. میتونیم اونو عدد کمتری بذاریم که عدد کمتر از 3 ماه بذاریم. و یه موضوع دیگه هم روتیت کردن سرتیفیکیت. اتفاقی که میفته اینه که ما اگر این کامندو بزنیم و تعیین بکنیم که روتیت اتفاق بیفته، 3 تا فاز داره. یکی این که سرتیفیکیتی که ساخته میشه از روی سرتیفیکیت روته و اون سرتیفیکیتی که ساخته میشه به عنوان اینترمدییت سرتیفیکیت در نظر گرفته میشه. این به چه معنیه؟ یعنی اینکه اون نودایی که همچنان به روت سرتیفیکیت تراست دارن، همچنان تراستشون رو خواهند داشت. اینجوری نیستش که ارتباط مختل بشه. اما تو فاز دوم اون همه نودهایی که توی ارکستریشن ما هستن بهشون اطلاع داده میشه که بیان و رینیو بکنن. خب این طبیعتاً زمان زیادی رو هم میبره و همه نودها میبایست که اون قضیه رینیو کردن سرتیفیکیت رو انجام بده. بعدش که این اتفاق افتاد دیگه اون سرتیفیکیتی که قبلا یعنی به عنوان اولد سرتیفیکیت میشناسیدش دیگه مورد اعتبار واقع نمیشه و دیگه باید از سرتیفیکیت جدید استفاده بشه. با همین کامند داکر سوارم سی ای روتیت دشتش روتیت میشه این کار انجام داد برای امنیت بهتر و اینکه خب سرتیفیکیت رینیو بشه و با سرتیفیکیت جدید ارتباط امنمون برقرار باشه. خب ما توی این ویدیو قرار با مفهوم آشنا بشیم به اسم درین. ما توی 2 تا شرایط نیاز داریم که هر سرویس روی یه دونه نود هست رو خارج بکنیم و وارد سرورهای دیگه، وارد ماشینهای دیگه بکنیم.
یه حالت وقتیه که ما نیاز به مینتیننس داریم و سرور باید خالی از سرویس بشه تا ما بتونیم کار مینتیننس انجام بدیم. این بیشتر روی نودای ورکر این اتفاق میفته. حالا وقتی که یه دونه سرور یه دونه ماشین منیجر هست و ما نمیخوایم ازش به عنوان ورکر استفاده بکنیم، از درین کردن بازم استفاده میکنیم. چرا؟ چون نمیخوایم به عنوان یک سرویس دهنده استفاده بکنیم ازش. قرار سرویس ها جای دیگه اکسپوز بشن و روی یه دونه روی اون منیجر قرار نیست سرویسی بالا بیاد. یا از درین استفاده میکنیم. حالا کامندش چجوریه؟ کامندش الان اینجا یاد میگیریم. این کاری که دارم میکنیم توی لایه سروره دیگه، توی لایه ماشین و نوده. پس من از داکر نود استفاده میکنم. اگه کامندی قرار یه کاری توی سطح سرویس انجام بده، ما میایم از داکر سرویس استفاده میکنیم. داکر نود آپدیتش میکنیم به یه همچین کامندی داره. اویلیبیلیتیشو میذاریم درین. خب و بعد داکر سوارم یک، یعنی آپدیت شد و درین شد. من الان داکر نود ls بزنم، اینجا میبینیم که درین شده. خب حالا ما میخواییم برش گردونیم، فرض کنیم نود ورکر بوده، میخواییم برش گردونیم، اینجا به جای درین از اکتیو استفاده میکنیم. الان چی شد؟ اکتیو شد. بله من همون درین نگهش میدارم به خاطر که واسه پروژه‌مون نیازش داریم. میذارم درین. خب یه مفهوم دیگه در موردش بخوایم صحبت بکنیم، مفهوم روتینگ مشه که توی داکر سوارم وجود داره. ما اگر که یک پورت رو پابلیش بکنیم روی ارکستریشنمون، این روی تک تک نودهای سوار قابل دیدنه. چرا؟ چون یه لود بالانسر خود سوارم داره که ترافیک هایی که میان روی اون پورت پابلیش شده رو میفرسته روی تک تک نودهایی که یعنی میفرسته رو تک تک نوت های خود سوار خود ارکستری شده. حالا ما بیایم یه پورت پابلیش بکنیم. اگه یادتون باشه ما از داش پی توی داکر انجین استفاده میکردیم که پورت رو اکسپوز کنیم به بیرون. حالا داریم ما پورت رو پابلیش میکنیم و اینکه با این مفهوم آشنا میشیم به اسم روتینگ مش که توی داکر سوار وجود داره. من اینجا میزنم داکر سرویس کرییت، نیمشو میذاریم همون ردیس، نه نیمشو میذاریم هلو ورد. خب بعد چی میذاریم؟ اینجا میذاریم که خب اسمش میذاریم هلو ورد، نه بذار بهترش کنیم بذاریم انجینیکس. با سویچ پابلیش ما این رو پورت رو پابلیش میکنیم. مینویسیم که پابلیش مساوی است با 8080 و تارگت مساوی است با 80. خب از چه انجین استفاده کنه؟ از چه ایمیج استفاده کنه؟ انجینیکس. رپلیکا چقدر؟ رپلیکاز مثلا دوتا رپلیکاز داشته نوشتم رپ دیکاز. خب به چی گیر داد؟ میگه که پابلیش احتمالا اینه، یه ایدی کم گذاشته بود. ببینیم چه اتفاق میفته. این میره که دوتا سرویس، این دوتا رپلیکا از یک سرویس انجینیکس روی ارکستریشنمون بالا بیاره. کم کم داره اوکی میشه اوضاع. روی پورت 8080 هم من آوردمش بالا، یعنی روی ارکستریشنم روی پورت 8080. داکر سرویس ls همونطور که مشاهده میشه یعنی انجینیکس داریم. حالا داکر سرویس ps میزنم انجینیکس. خب روی سوارم 3 و 2 اوکی. من اینجا یه عکسی دارم میبینم که
همین موضوع لود بالانسری که گفتم که خود سوار میده داره و همون مفهوم روتینگ مش هست و داره اینجا توضیح میده. میگه که من وقتی یه پورت رو پابلیش میکنم روی ارکستریشنم، خود لود بالانسر خود سوار میاد وقتی درخواست روی یه دونه مثلا ورکر نود قرار میگیره، اگه که روی یه سرور دیگه اون سرور سرویس اومده باشه بالا، درخواست رو فوروارد میکنه با اون. حالا بریم امتحانش بکنیم دیگه. میگیم که R1 سوارم یک پورت 8080 میشه اتفاق افتاد. میگه بله این هستش. سوارم دو بله هستش. رو سوارم سه نبود دیگه، من نباید طبیعتا میبینم، ولی با توجه به این که سر یعنی داره لود بالانسینگ انجام میشه، قیافه من ببینید داره لود بالانسینگ انجام میشه دیگه، خود سوار میدونه که بعد اینو روی کدوم یکی از ورکرها بفرسته. الان من اگه برم سراغ داکر سوارم 3 میبینم که این سرویس وجود نداره. میخوام تو لایه کانتینر ببینیمش. داکر پی اس ببینید انجینیکس اینجا هست روی سوار، ببخشید روی سوارم 3 و 2. خب ولی روی سوارم 1 رو که ما درین کرده بودیم دیگه، درسته؟ پس روی اون نباید پاسخ میگرفتیم اگه که با این مفهوم روتینگ مش آشنا نبودیم، ولی داره این موضوع لود بالانسینگ، لود بالانسر خود سوار داره به ما کمک میکنه که ما از هر جایی که به ارکستریشنمون وصل بشیم به اون پورت، روی ورکر مورد نظر فوروارد میشه. این هم از مفهوم روتینگ مش که توی ارکستریشنمون، ارکستریشن سوارم وجود داره. خب یه بخشی وجود داره توی داکیومنتیشن داکر سوارم اسم ادمینستر اند مینتین سوارم اف داکر انجینز. اکثر مطالبی که توی این بخش گفته رو توی صحبتام و توی ویدیوهای قبلی دیدید، یه مرور بکنیم ببینیم چه چیزایی اینجا واسش مهم بوده برای ادمنستریشن داکر سوار. یکی اینکه برای اینکه ما بخوایم یه نود رو برای مینتیننس آماده بکنیم، حتما قبلش درین بکنیم که همه سرویس ها روش برداشته بشه و دیستریبیوت بشه جای دیگه. برای اینکه ببینیم یه نود مشخصاتش چیه، مثلا منیجر استاتوسش چیه، ریچبیلیتیش چیه، از داکر نود اینسپکت استفاده می‌کنیم. اگه بخوام بیرونه سرویس رو ببینیم که یعنی فیلدهای مدیریتیش و فیلدهای تنظیماتش رو ببینیم که چی هست، از داکر سرویس استفاده میکنیم. بخوایم مثلا اینسپکت بگیریم، پی اس بگیریم، ال اس بگیریم، این کامندهایی که ما بیشتر ازش استفاده کنیم. داکر نود ال اس یه مشخصه از نودایی که الان توی ارکستریشن هستن ما میده، بلکه بتونیم فورس یه دونه نود رو به صورت فورس از داخل ارکستریشن بکشیم بیرون، داکر نود آر ام استفاده میکنیم. اگه که اروری داد، اگه خواستیم با فورس این کار رو انجام بدیم، یه دکتش فورس میخواد. بکاپ سوارم و ریستور ارکستریشن رو حتما مطالعه کنیم. توی این بخش مد نکاتی رو میگه که مثلا ورلیب داکر سوارم که توش کیهایی که برای چیز استفاده میشن، برای انکریپشن و رفت لاگزا اونجا نگهداری میشن، اینو حتما مطالعه بکنید و یه بار واسه خودتون پیاده بکنید و ریستور فرام بکاپ رو حتما نگاه بکنید. اما چیز جالبی که اینجا هست در مورد ریبالانس کردن ارکستریشن اون هست. رفتار داکر سوارم اینجوری هستش که وقتی که خب داریم سرویس میسازیم، یعنی تو حالت بالانس ترین حالت ممکن سرویس ها رو با توجه به الگوریتم هایی که وجود داره پخش میکنه بین نوت هایی که وجود داره. اما یه سری اتفاقا هستن که این نظم رو به هم میزنه. مثلا چی؟ یه نودمون میخوابه، خب وقتی میخوابه باید سرویس هاش روی نودهای دیگه بیان بالا و یه نودی رو مثلا درین میکنیم. خب وقتی درین میکنیم و وقتی اکتیو میکنیم دیگه اون ریدیستریبیوت انجام نمیشه. چرا؟ چون این توی عملکرد سرویس تغییر ایجاد میکنه و باعث دیستراب شدن ارتباط میشه و باعث افت کیفیت سرویس میشه. پس این اتفاق نمیفته وقتی که
یه نودی میره و سرویساش منتقل میشن، وقتی که اون نود برمیگرده دیگه سرویسایی که روش هستن بر نمیگردن روی نودی که قبلا حالا درین شده بوده یا مثلا رفته بوده و دان شده بوده و دوباره اومده بالا. برای اینکه بخوایم ریدیستریبیوت بکنیم دوباره به بالانس ترین حالت ممکن دوباره در بیاد، از کامند داکر سرویس آپدیت استفاده میکنیم. این کامند پر سرویس داره اتفاق میفته، یعنی یه سرویس رو بخوایم رپلیکه هایی که روش هستن رو اون حالت بالانس ترین حالت ممکنش رو براش به وجود بیاریم. داکر سرویس آپدیت دستش فورس میکنیم و اسم سرویس، مثلا ما الان چیز داشتیم، ریدیس رو داشتیم، میتونیم الان اون کامند رو براش استفاده بکنیم و ببینیم. ولی خب این بهتره که تایم های مینتننس این کار انجام بشه، چون احتمال اینکه دیسرابشن اتفاق بیفته وجود داره. مثلا من اینجا یه داکر سرویس LS بزنم، خب یه دونه ریدیس تست داریم و یه دونه انجینیکس داریم، مثلا انجینیکس همونه این کار میکنیم. داکر سرویس آپدیت دشتش فورس انجینیکس الان توی بالانس‌ترین حالت ممکن هست، ولی خب برای اینکه ببینیم این کامند داره چی کار میکنه یه بار ببینیمش. اگه واسه ریدیس تست این کار انجام بدیم یه 10 ثانیه‌ای بین هر کدوم از آپدیت‌هاش صبر میکنه. این نکات مهمی که توی این بخش هست رو در موردش توضیح دادم. یه دوره ای هم شد از اون چیزایی که تا الان یاد گرفتیم و اینکه بکاپ ریستور رو حتما خودتون توی این بخش مطالعه کنید. خب بریم سراغ اون پروژه که قرار هست انجام بدیم و خودمون رو آنبورد بکنیم روی داکر سوام. قطعا خب این پروژه که انجام میدیم سودی که واسه ما داره اینه که ما رو آنبورد میکنه روی داکر سوار و البته ما باید مطالعاتمون رو برای اون چیزایی که نیاز داریم ادامه بدیم. ولی اهمیت این بخش اینه که دست ما رو روون میکنه روی مباحث ارکستریشن، حالا خصوصا روی داکر سوار. پروژه که میخوایم انجام بدیم چیه؟ ما یه وبسایتی خواهیم داشت و یک دیتابیسی. ما میخوایم اینا رو روی این بستر ارکستریشن بیاریم بالا. اما به چه شکل؟ ما میخوایم یه سرویس درست بکنیم برای اون وبسایتمون، خب، و یه سرویس دیگه برای دیتابیسمون. از هر کدوم هم یک رپلیکا خواهیم داشت. این چه سودی واسه ما داره؟ این سودش اینه که وقتی که یک نود میخوابه، چون رپلیکای ما یه دونه است، حالا میتونه دوتا باشه، سه تا باشه برای لود بالانسینگ و اینها، ولی خب ما هدفمون اینه که سایت ما اگر که سرور ما دان بشه در سریع‌ترین زمان ممکن بالا بیاد. پس یک رپلیکا از هر کدوم میسازیم و اگر یک نودی درین بشه یا هر اتفاق ازش بیفته، چه دان بشه، باید سایت ما در سریع ترین زمان ممکن آب بشه بدون اوورهد خاصی. خب پس در مورد این قرار ما یه کارگاه داشته باشیم. سایت ما روی جنگو خواهد بود. در مورد جنگو به دیتیل توی کارگاه آینده صحبت میکنم، ولی خب بخوام براتون توضیح بدم اینی که سایت ما روی جنگوه، دیتابیس ما روی پوستگرسکیوئل و هر دوتای اینها داکرایز شده است و توی بستر ارکستریشن داکر سوام قرار داره. در مورد این میتونید یه مقدار فکر بکنید، یه مقداری حلاجی بکنید که چجوری میشه این کار انجام داد. بعد یه تایم چند دقیقه بریک این رو با هم دیگه پیاده سازی میکنیم. خب همونطور که گفتم این پروژه شامل دوتا بخشه، یکی دیتابیس و یکی هم وب ما که روی جنگو. تو این ویدیو میخوام در مورد دیتابیس صحبت بکنم که دیتابیس رو قراره چجوری به عنوان یه سرویس توی داکر سوام بالا بیاریم. یه توضیح قبلش میدم. شما وقتی میخواین دیتابیس رو بندازین، حتی اگه بخواین داکرایزش بکنین، نیاز هستش که یه والیوم داشته باشین که دیتاهای دیتابیس توش قرار بگیره. خب پس یه والیوم دارین روی یه نود و این والیوم توش فایل های مربوط به دیتابیس، یک داکر بالا میارید، یک کانتینر بالا میارید به عبارت بهتر،
و این والیوم رو این دایرکتوری به عنوان والیوم به کانتینرتون میدین و اون کانتینری که توش PostgreSQL بالا هست از این دیتا استفاده میکنه، insert و update و select و اینا رو از یعنی دیتا روی اون والیوم. حالا فرض کنید توی ارکستریشن ما یه اتفاقی بیفته، این کانتینر که این والیوم روی این سرور بهش اتچ بود منتقل میشه به یه نود دیگه. خب این چجوری دسترسی خواهد داشت به این دایرکتوری که به عنوان والیوم بهش داده بودی؟ خب توی این برای برآورده کردن این چالش چند تا کار میتونه انجام بدین. بهترین کاری که میتونه انجام بدین اینه که یه دونه NFS داشته باشین، یعنی یه دونه نتورک فایل سیستم داشته باشین که والیوم ما از طریق NFS به کانتینر ما اتچ میشه. اینجوری کانتینر ما هر جا بره دسترسی به اون NFS داشته باشه، میتونه دیتابیس هر جا بره میتونه کار بکنه. خب بریم یه نگاه بندازیم به پروژه. این دایرکتوری که من دارم اسم /NFS و این دایرکتوری قراره به صورت NFS روی نتورک قرار بگیره که بشه استفاده کرد، یعنی کانتینر رو بتونه ازش استفاده کرد. فعلا ما داریم روی دیتابیس تمرکز میکنیم، وب رو روی NFS قرار نمیدیم و وب رو داخل خود کانتینر کپی میکنیم و استفاده میکنیم. نیاز نیستش که حالا ما یه والیوم واسش داشته باشیم. حالا این بحثش به کنار، ولی بحث ما در مورد DBه. این دایرکتوری که ما توی واسه این پروژه داریم و فایلای مربوط به PostgreSQL اینجا هست. تو قدم اولی که ما باید برداریم برای اینکه پروژه‌مون رو پیاده بکنیم، یه کانتینر PostgreSQL باید بالا بیاریم. خب با یعنی داکر پول بکنیم، PostgreSQL داکر ران -dit-p اون پورتی که می‌خوایم رو بهش بدیم، پورت رو اکسپوز بکنیم ببینون و بعد داکر رو ران بکنیم و اون کانتینر رو ران بکنیم، PostgreSQL بالا هست. خب اولین کار ما اینه. حالا ما یه سری انوایرمنت وریبل ها میتونیم بهش بدیم که یوزر، پسورد و پورت رو تعیین بکنیم، که این رو حالا من توی این داکر فایلی که داکر کامپوزی که آماده کردم اینجا هست. PostgreSQL DB PostgreSQL_DB اسم دیتابیس رو تعیین میکنیم، PostgreSQL_User اسم یوزر، PostgreSQL_Password پسوردی که میخواییم وصل بشه. این ستا رو تعیین بکنیم، یه دونه کانتینر PostgreSQL به شما میده. خب وقتی ما اینو آوردیم بالا دیگه، اینا تو بحث جلسه قبل، بحث کارگاه قبل، اینو خودتون میارین بالا و یه کانتینر PostgreSQL خواهید داشت. خب و بعد کانتینر جنگو رو میاریم بالا و اون کانتینر جنگو بعد بتونه به PostgreSQL وصل بشه. پروژه رو اونجا میارید بالا و وقتی که پروژه اونجا اومد بالا و همه چی صحیح و سالم اوکی بود، میرین سراغ استپ بعد. استپ بعد ساختن داکر کامپوزشه. ساختن داکر کامپوز باعث میشه که ما همه این مراحلی که طی کردیم تا به اون اپلیکیشنمون برسیم و توی داکر کامپوز بتونیم داشته باشیم، و همچنین اینکه فایلای مربوط به وبسایت و فایلای مربوط به دیتابیس دیگه روی فایل سیستم ما هست دیگه، فقط کافی داکر کامپوز به علاوه اون دیتا رو داشته باشیم و بعد داکر کامپوز آپ بکنیم و همه سرویس بیاد بالا. فقط این نکته در مورد NFS من به شما بگم، NFS چجوری نصب میشه؟ با apt-get install nfs-kernel-server اینو نصب بکنین، شما یه NFS سرور خواهید داشت. کاری هم نداره، میرید یه دایرکتوری که من /NFS رو ساختم توی etc export فایل کانفیگش وجود داره، من اینجا /NFS/DB رو من روی نتورک قرار دادم و گفتم فقط اون IP پرایویتی بودش که روی نتورک پرایویت اپ‌آروان یا سب‌آروان گذاشتیم، اینجا اون رنج IP رو میدیم، دسترسی ریدرایت داشته باشه و این تنظیم نو روت اسکوش رو نیاز داریم، چون برای اینکه PostgreSQL میخواد بیاد بالا نیاز هست سی اچ اون بکنه، اگه این کانفیگ نباشه سی اچ اون نمیتونه بکنه و خطا میگیریم و اون کانتینری که اون سرویسی که توی سوار میاد بالا توی پریپرینگ میمونه و در دست آخر هم ریجکت میشه. این نو روت اسکوش باید حتما باشه. بعدی که این کانفیگ رو اینجا گذاشتین، اگه فایروالی دارید پورت NFS رو حتما الو بکنید و کامندی هم که وجود داره export
FS-A باعث میشه که اون دایرکتوری قابل دسترس باشه و یه سیستم CTL ریستارت NFS کرنل هم نیازه که سرویسش ریستارت بشه. الان دیگه NFSتون در دسترس هست، اون /db روی نتورک دسترسی بهش وجود ده. فقط این نکته که رعایت بکنید دسترسی روی این /NFS/db هست. من حالا اومدم برای اینکه ساده بشه کارم روی همه دایرکتوری NFS اومدم یوزر نوبادی رو به عنوان حالا اونر دایرکتوری و اونر هر چی محتویات داخلش هست به این شکل chown-r بزرگ، البته من دارم اونر معرفی میکنم، نوبادی دات و دی بی، اینو من مثلا میزنم و بعد حالا CH mod کردم 777 که همه دسترسی همه بتونن دسترسی داشته باشن بهش. البته چون روی نتورک پرایوت من فعاله یه مقداری دغدغه‌های سکیوریتی یه مقدار کمتر میکنه، ولی خب لزوما نباید اینجوری باشه. و اومدم CH on کردم -R 777 CH mod کردم به db/. این کاری کردن که دسترسی روی نتورک وجود داشته باشه و این NFS هم اومد بالا. و یک کار دیگه هم که کردم، یعنی باید بکنیم از نظر من، البته میتونیم این نود swarm-1 که NFS روش هست رو درین بکنیم که کانتینر یا سرویس دیگه ای روش بالا نیاد، چون دیتای ما روی این سروره دیگه، حالا میتونیم رپلیکا های دیگه واسش به وجود بیاریم. ولی خب من خودم به شخصه اومدم و این نود منیجر رو درین کردم که دیگه سرویس دیگه روش بالا نیاد. حالا البته الان اینجوری نیست، الان باید انجام بدیم با هم. داکر نود ls میکنم ببینم چه وضعیتیه. درین ما الان سوارم 1 درسته، سوارم 2 و سوارم 3 اکتیو. این از این. یه نگاهی به داکر کامپوز کلی ما که من نوشتم و باهاتون به اشتراک میذارم توی کانال بندازیم ببینیم که چی هست. فقط بخش دیتابیسشو، خب توی دیتابیس من چی گفتم؟ گفتم که هاست نیمش پولینگ سرویس دی بی باشه. این هاست نیم مهمه برای ارتباط وب با دیتابیس. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه وقتی که کانتینر شات میشه و میره یه جای دیگه به هر دلیلی، چه درین بشه چه نود شات بشه، یه آی پی دیگه ای بهش تخصیص داده میشه. ما توی داکر کامپوز میتونیم آی پی استاتیک ست بکنیم، ولی توی داکر سوارم این قضیه ساپورت نمیشه. و مثلا با داکر کامپوز آپ میکنین اون آی پی استاتیک بهش داده میشه به اون کانتینر توی اون نتورک، ولی وقتی که روی سوارم سرویس سوارم میارید بالا این اعمال نمیشه و این باگی هستش که هنوز برطرف نشد. برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم ما میایم یه هاست نیم به این میدیم، پولینگ سرویس دی بی من اینو گذاشتم، که از طریق این اسم ارتباط بین وب و دیتابیس شکل بگیره. خب ایمیج ما که پوستگرس هست، والیومی هم که بهش میدیم والیوم NFSی هست. الان میریم پایین اینو نگاه میکنم. تنظیمات والیوم چیه؟ توی داکر کامپوز اومدم والیوم، واسه والیومم اسم گذاشتم DBNFS، حالا هر شما هر اسمی میتونید بدین. درایورش لوکاله، درایور آپشنز، حالا تایپش NFS و سورسی که روش بالا هست کجاست؟ 192.168.0.1، همون داکر سوارم یکمونه که آی پی پرایویتش اینجا گذاشتم. و چه دیوایسی؟ منظور همون دایرکتوری که یعنی اون دایرکتوری که قرار مانت بشه والیوم /NFS/DB. این کانفیگی هستش که واسه DB اون والیوم NFSی ما نیاز داریم. و الان دیگه کارمون راحت، الان یه والیوم داریم به اسم DBNFS. فقط کافی اینجا توی تنظیمات والیومز DB مشخص کنیم که DBNFS کجا مانت بشه، ولی PostgreSQL دیتا همون جایی که دیتای PostgreSQL قرار میگیره. یه سری انوایرمنت وریبل ها هست که سه تاشو توضیح دادم، دی بی، اسم دیتابیس، یوزر و پسورد. و این آخری برای وقتی هستش که دیتا توی دیتابیس وجود داره و قرار نیست از اول اینیشیالایز بشه.
دیتا وجود داره و قرار کانتینر بیا از اون دیتا استفاده بکنه. این پی جی دیتا این وسط نیاز هست که دایرکتوریشو دیتا اسلش دی بی قرار داده. حالا دیپلوی. این بخش دیپلوی بخش مهمی. چرا؟ چون اون رپلیکا هایی که ما توی داکر سرویس کرییت دادیم اینجا قابل تنظیمه. یعنی من رپلیکاشو گوشم یک باشه. حالا ریسورس هایی که به این سرویس داده میشه یه لیمیتی برش در نظر میگیری. از 1.5 کور بیشتر تجاوز نکنه. 1.5 کور سی پی یو مموری بیشتر از 1 گیگ نشه و رزرو برای این سی پی یو روی هر نود 0.5 کور و برای مموری 512 مگ باشه. این لیمیتی هستش که برای ریسورس هاش در نظر گرفته. نتورکش چی باشه؟ نتورک پولینگ سرویس باشه. یه نتورک پولینگ سرویس اینجا من ساختم که تنظیماتش یه رنج آی پی پرایویت ساده است که رون رنج نتورک کار میکنه، رون رنج آی پی کار میکنه و همین. این تنظیمات مربوط به داکر کامپوز دیتابیس ماست. حالا در مورد وب هم جلوتر توی ویدیوهای بعدی در موردش صحبت میکنه. خب بیایم در مورد بخش وبمون صحبت بکنیم. خب وب ما هم قطعا یک سرویس خواهد داشت که این سرویس ما به دیتابیس ما متصله. اینکه از چه طریق متصله توی داکر کامپوز تعیین میشه، ولی خب توی مراحل ابتدایی که ما میخوایم اپلیکیشنمون رو بنویسیم، تو ویدیو قبل گفتم که کانتینر پوستگرسکنال بالا میاد رو اون پورتی که مد نظر ما هست و با توجه به انوایرمنت وریبلایی که پاس میدیم بهش، اون یعنی DBMS ما بالا میاد، اون دیتابیس سرور ما بالا میاد. حالا میایم یه دونه کانتینر دیگه با داکر ران بالا میاریم که از ایمیج پایتون استفاده میکنه، حالا پایتون 3 حالا هر چی، و کد جنگویی و قبل از اون جنگو رو اینستال میکنیم و بعدش کدمون رو داخل کانتینر کپی میکنیم و بعد جنگو رو بالا میاریم. ولی به چه شکلی اتفاق میافته؟ من فقط یه داکر فایل به شما نشون میدم که اون داکر فایل رو وقتی که داکر بیلد کنیم، داکر بیلد داش تی تگ و نقطه، اگه خاطرتون باشه توی کارگاه قبل یه ایمیج میتونستیم بسازیم، یه ایمیج جنگویی میتونستیم بسازیم. حالا من یه داکر فایل ساده اینجا دارم که میگه چی؟ میگه از پایتون 3، از ایمیج پایتون 3 استفاده کن. حالا یه environment variable، حالا پایتون unbuffered 1 اینو اضافه میکنم، حالا نباشم مشکلی وجود نمیاد. work directory slash code، یعنی وقتی که exec میکنیم، یعنی exec dash it میکنیم و میریم سراغ لاگین کردن به لاگین که نمیریم سراغ ترمینالش، وقتی کجا فرود میایم؟ توی slash code فرود میایم. خب حالا وقتی اونجا فرود میایم، حالا میتونیم مثل کامند اجرا بکنیم دیگه. حالا کپی میکنیم requirements رو تو slash code و بعد این کامند رو ران میکنیم، pip install dash r requirements. حالا توی requirements چیه؟ توی requirements جنگو ورژن بین 3 و 4 و سایکو پی جی باینری. این سایکو پی جی یک درایوریه برای ارتباط برقرار کردن با PostgreSQL. اینو واسه جنگو وقتی جنگو بالا میاریم اینو نیاز داریم. پس این دوتا ماژول رو نیاز داریم که نصب بشه با پیپ اینستال. پیپ هم ابزاری هستش که پکیج های پایتونی و لایبرری های پایتونی که نیاز داریم و بتونیم حالا توی محیط پایتون داشته باشیمش. پیپ اینستال میکنیم داش آر ریکوایرمنتس، یعنی ما جنگو و سایکو پی جیمون نصبه. حالا که نصبه کدمونو که توی همین دایرکتوری هست و کپی میکنیم توی اسلش کد، همون ورکینگ دایرکتوری ما. خب این کد چیه دقیقا؟ من اومدم قبل از اینکه بخوام این چیزو بسازم، این حالا داکر فایل بسازم، یه دونه کانتینر پایتونی آوردم بالا، همین یه کانتینر پایتون، و توش لاگین کردم، پیپ اینستال جنگو کردم، پیپ اینستال سایکو پی جی کردم. خب حالا وقتی که جنگو رو نصب میکنین یه کامندی وجود داره به اسم پایتون منیج دات پای استارت پروژکت. من یه پروژکت ساختم. وقتی پروژکت ساخته میشه یه سری دایرکتوری ها و فایل ها ساخته میشه که فایل های ستینگز هست، فایل منیج دات پای هست واسه ران کردن
جنگامون، کلا اون محیطی که برای دیولوپمنت جنگو نیاز داریم رو به ما میده. و بعد استارت اپ کردم یک اپ پولینگ، حالا این وبی که ما داریم، یعنی این سیستم که قرار ما داشته باشیم، یک پولینگ اپ ساده است. یعنی چی؟ یعنی یه رای گیری ساده روی یه سری سوالات، یه سری سوالات رو رای گیری قراره بکنه. یه چیز ساده است که توی داکیومنتیشن خود جنگو هم وجود داره. من اومدم یه دونه اپ پولینگ ساختم با پایتون manage.py start app و بعد اسم اپی که توی جنگو نیاز داره. اینا رو به صورت مفصل توی کارگاه جنگو اگه عمری بود حتما اینها رو هم آموزش میدم خدمتتون. وقتی این کارو کردم شروع کردم به development. من از اون طرف PostgreSQL دارم، حالا به نحوی که حالا بعد جلوتر نشونتون میدم، اینو به کانتینر، اینو ارتباطشو فراهم کردم بین جنگو و PostgreSQL و بعد شروع کردم به development. یه سری فایل ها ایجاد شد، یه سری کد ها ایجاد شد و من اون فایل ها و اون دایرکتوری هایی که ساختم رو دارم. خب بعد توی اون دایرکتوری وب نگهشون داشته، حالا اونا رو کپی میکنم به اسلش کد. حالا وقتی اسلش کد رو توی اسلش کد کپی کردم، همونطور که اشاره کردم یک فایل برای اجرای جنگمون و اون وب اپلیکیشنمون وجود داره به اسم manage.py. حالا اونو باید اجرا کنم. چجوری اجرا کنم؟ پایتون manage.py run server، حالا روی چه آی پی؟ روی هر آی پی و روی پورت 8000. خب و همونطور هم که کارگاه قبل اشاره شد، این CMD این شکلی نشون داده میشه توی داکر فایل، یعنی یک به صورت یک لیست طوره که کامند اول سویچ، یعنی کامند و بعد سویچ اول، سویچ دوم، سویچ سوم با هر سویچی که داره این کامند ران میکنه، میاد اون وب اپلیکیشنی که من نوشتم توی کانتینرم و اون یعنی قبلا نوشته بودم اونو ران میکنه. خب پس من داکر، این داکر فایل من مسئولیتش اینی که یه جنگو به من بده و کدایی که قبلا نوشتم رو بالا بیاره. بریم یه سری به اینجا بزنیم. خب من اینجا چی دارم؟ داکر کامپوزمو که باش آشنایید، اینو با هم دیدیمش، حالا قسمت وبش هم الان میبینیم. این بکاپ داکر کامپوز، اون که هیچی، manage.py دارم، پولینگ اپ دارم، این اسم پروژه منه و پولز هم اپلیکیشنی که ساختم، اون requirements.txt هم اون requirements هایی هست که واسه جنگو لازم داریم. توی پولینگ اپ یه فایلی وجود داره به اسم settings. من این دستخوش تغییر قرار دادم. کجاشو؟ توی databases، توی بخش دیتابیس، من اینجا گفتم از بکند PostgreSQL استفاده کن که اگر اون سارکو پی جی نباشه این با اجرا کردن این بخش با مشکل مواجه میشه. حالا یوزرنیم هم چیه؟ PostgreS، همون چیزی که توی انوایرمنت وریبل به اون PostgreSQL دادم. یوزر هم PostgreS، پسورد هم PostgreS. این هوست چیه؟ پولینگ سرویس دی بی. این همون هاست نیم است که توی بخش دی بی، اون سرویس دی بی ما گذاشتیم. این برای چیه؟ برای اینکه وقتی که مثلا یه هاستی دان شد، اون دیتابیس ما رو رفت روی نود دیگه قرار گرفت، وب ما همچنان بتونه بهش دسترسی داشته باشه. با توجه به اون مواردی که گفتم که ارتباط با مشکل مواجه میشد، چون یه آی پی دیگه میگرفت رو دی اس سی پی و اون قضیه مربوط به استاتیک آی پی ساپورت نمیشد، اون تا اونجایی که من تست کردم و سرچ کردم، از هاست نیم استفاده میکنه. راحت ترین کارش همین هاست نیم و حالا پورت مربوط به PostgreSQL. این بخشی هستش که مهمه توی سیتینگز. البته ما وقتی بخوایم اپ اضافه بکنیم به جنگو، جاهای دیگرش هم باید بریم تغییر بدیم، ولی مهمترین بخشش همین قسمت هست. بریم سراغ داکر کامپوزمون ببینیم اونجا برای وب چی داریم. اینجا من اومدم یه ایمیجی رو براش در نظر گرفتم. این ایمیج برای چی استفاده میشه؟ من وقتی که نیاز داشته باشم، یعنی واقعا این نیاز وجود داره که من این ایمیجی که میسازم، این ایمیج چیه؟ ایمیجیه که کد من توی کانتینر قرار رو، توی سرویس قرار رو ران بشه. خب اینو میخوام پوش بکنم یه جا که اینو داشته باشمش که داکر سوام بتونه ازش استفاده بکنه.
اینو نیاز دارم که این ایمیج رو از جایی بگم، چون داکر استورم بیلد رو ساپورت نمیکنه، از بیلد رد میشه، بیلد نمیکنه ایمیج رو. من نیاز دارم وقتی که این بیلد شد اینو جایی پوش بکنم. حالا روندش رو الان بهتون، یعنی توی اکزیکیوشن این پروژه توی ویدیوهای بعدی شما کامل واضح میبینه که چجوری اکزیکیوت میشه. ولی این ایمیج و این پارامتری که من اینجا دارم، این آرگومانی که دارم اینجا بهش پاس میدم، فقط برای اینه که داکر سوار این ایمیج منو بره از جایی پول بکنه. حالا اونجا قبلش ما با داکر سوار پوش انجام بدیم. این بیلد که توی داکر سوار استفاده نمیشه، برای داکر کامپوز استفاده میشه که من با توجه به داکر فایلی که نشونتون دادم اون بیلد انجام میشه. انوایرمنت چی میگه؟ میگه دی بی نیم پولینگ سرویس. یعنی این میتونه وجود نداشته باشه از نظر من، این کد اضافه است که قبلا توی تستای خودم داشتم ازش استفاده میکردم. حالا پورتسایی که باید، پورتی که باید اکسپوز بشه، اون قضیه روتینگ مشه که من اینجا اومدم میگم که روی ارکستریشن سوار به من این پورت 9000 پابلیش بشه و همونطور که توی داکر فایل مشاهده کردین اون وب اپلیکیشن من روی پورت 8000 بالا میاد. این هم این بخشش توی بخش تارگت مشخص میشه. حالا دیپلوی چجوریه؟ دیپلوی هم دقیقا مثل اون چیزی که تو دیوی داشتیم رپلیکا یک خواهد بود، لیمیتش هم دقیقا مثل همون. فقط این که این سرویس من دیپند به دیوی، یعنی اگه دیوی بالا نیاد این کانتینر من لزوم نداره بالا بیاد. و تو چه نتورکیه؟ توی نتورک پولینگ سرویس. حالا من میتونم این پولینگ سرویس و این چیزشو اینجا بردارم و این شکلی توی فایل قرارش بدم. والیوم هم که توضیح دادم، نتورک هم که توضیح دادم. پس کامل این داکر کامپوز ما الان برای شما کاملا باید شفاف شده باشه که این داکر کامپوز داره چی کار میکنه. توی ویدیو بعدی قرار اکزیکیوشن این ارکستریشنمون رو با هم دیگه ببینیم. خب الان ساعت 4:33 صبح، قرار محل آخر کارگاه رو انجام بدیم. قراره چیکار کنیم؟ قراره کل این داکر کامپوزی که نوشتیم رو بیاریم روی سوار. یادتون میاد که گفتم داکر کامپوز ورژن 3 و بالاتر رو داکر سوار ساپورت میکنه؟ این داستانش همینه. الان ما یه داکر کامپوز نوشتیم که ورژن 3.9 و قرار اون اجرا کنیم. ولی قبلش، قبل از اینکه داکر سوار این استک رو اجرا بکنه، حالا کامندش هم جلوتر میبینیم، یه استکی رو بعد اجرا بکنه که اون داکر کامپوز بیاد بالا، ما بعد داکر کامپوز اجرا بکنیم و از اجراش مطمئن بشیم که داره درست کار میکنه. این داکر کامپوز ماست دیگه، درسته؟ ما این اجرا میکنیم. چجور اجرا میکنیم؟ داکر کامپوز آپ HD. این چیزا که میگه من ایگنور میکنم، اینا توی داکر کامپوز به این شکل ما اجرا میکنیم ساپورت نمیشه، ولی توی داکر سوار میگه چیز میکنیم ارکستریشن رو میخوایم فعال بکنیم، این اجرا میشه. یعنی اینا در نظر گرفته میشه. الان من داکر کامپوزم اجرا کردم، یه داکر پی اس میگیرم، میبینم که هم دیتابیسم رانه هم وب من رانه. خب یا آی اف کانفیگ میگیرم، نت من چرا مشکل شده متاسفانه. خب یه لحظه، نتورک من رفته بود، IF config میزنه، این IP پابلیکی که من دارم، ببینم آیا اپلیکیشن وب اپلیکیشن من اومده بالا یا نه. قرار بود چه پورت بالا بیاد؟ پورت 9000. خب جنگای من بالاست، ولی روی اسلش پولز من این وب اپلیکیشن رو بردم بالا. خب همونطور که مشاهده میشه این وبسایت ساده ایم بالاست. سامر اور وینتر، من میگم سامر، ووت میدم بهش، دوباره وینتر، یک یک همین شکلی. من میرم به چیزای دیگه رنگ میدم، مثلا استقلال یا پرسپولیس. خب من میگم استقلال، بازم میگم استقلال، بازم میگم استقلال. اوکی، خب پس داره کار میکنه. حالا که داره کار میکنه، من میگم چی کار میکنم؟ داکر کامپوز میکنم، دان، هرچی که ساخته بودم رو دان میکنم.
این میگه چی؟ میگه که اینجا نیستی. خب میرم به slash nfs و docker compose دان میکنم، همه چی مهم، نتورک و کانتینر رو همه چی دان میکنم. خب من اینجا یه دونه رجیستری میسازم برای ورکستریشنم، به چه شکل؟ به این شکل، docker service create میکنم registry پابلیشش میکنم روی پورت 5000، یه مقداری برم بالا. بعد اینکه تارگت من کجاست؟ تارگت من 5000، از چه ایمیجی؟ رجیستری 2. الان یه دونه سرویس ساختم که میخوام اون ایمیجی که برای وب من، چون دیگه نمیتونم بیلد بکنم، نیاز دارم و بریزم توی رجیستر. خب با یه کامند ساده docker compose push، حالا متوجه شدیم اون بخش ایمیجی که توی سرویس وب داشتیم داره کجا به کارمون میاد. داره میگه بریز توی سرویس 7001 پورت 5000 پولینگ سرویس. ساب میکنیم تا پوش بشه. خب الان پوش شد، میریم سراغ این که استکمونه بیاریم بالا. این واژه استک یکی از سویچ های داکره، داکر استک دیپلوی میکنم. چیو؟ یه کامپوز فایل دارم، همون داکر کامپوز همه، اسمش چیه؟ پولینگ سرویس همه، همین کافی. و من اینو میرم که دیپلوی کنم. ببینید اینجا میگه که این بیلد ساپورت نمیشه. خب الان این سرویس من بالاست، ببینم که اوضاع سرویسش در چه حاله. سرویس ls، خب همونطور که مشابه میشه db و به من بالاست، ببینم docker service ps کجا آوردش بالا؟ روی سوارم 2 آورده بالا. وبم و دیتابیس هم کجا آورده بالا؟ روی بازم سوارم 2 آورده بالا. اوکی مشکلی نیست. یه داکر نود ls بگیرم ببینم اوضاع در چه حاله. فقط سوارم 1 که داره اینه. اوکی همش رو جفتش روی سوارم 2 آورده بالا، مطمئن بشیم. اوکی حالا ما با توجه به این که از روتینگ مش سوارم استفاده کردیم، من اینجا سوارم یکم آی پیش چنده؟ 4582 فلان. بریم ببینیم که این همچنان بالا هست یا نه. میبینیم که بالاست، یعنی الان اومده روی سوارم، قبلش روی داکر کامپوز بود اومده. حالا دیتا ما ببینم، ما بازم به استقلال در این بدم. ببینیم دیتای من همچنان سر جاشه. حالا من چیکار میکنم؟ میام اون نود 2 رو درین میکنم. داکر نود اپدیت اویلیبیلیتی درین میکنم چیو؟ سوارم 2 رو. الان چیز بشه، من اینجا توی داکر سوارم 3 من برم ببینم که میتونم کانتینرش رو ببینم یا نه. داکر پی اس، همونطور که مشاهده میشه این کانتینرهای وب و دیتابیس من، دیتابیس هم کجاست؟ این هم دیتابیس من، جفتشون من هم داکر سوار مثل. و با توجه به روتینگ مشی که وجود داره، من باید اینو بتونم ببینم و میبینید که تونستم ببینم. و اگه این نود میرفت کلن من بازم میتونستم ببینم. خب این ویژگی خیلی خوبیه دیگه، یعنی ما بدون اینکه اوورهد خاصی داشته باشیم تونستیم یه دونه ریداندنسی ایجاد بکنیم با داکر سوار. الان ببینید من
بازم به استقلال رنگ میدم، اونی که دیتا سری جاشه، فقط کانتینر سرویس اومده روی سوارمسته. این کل مباحثی بودش که ما میتونستیم توی کارگاه پوشش بدیم. قطعا دیتا های دیگه وجود داره، قطعا نواقصی روی داکر سوام وجود داره که روی کوبرنتیز مثلا وجود نداره، که اونو توی توی کارگاه های مربوط به خودش بررسی میکنیم. الان ساعت 4:42 دقیقه صبح و من میخوام از خدمتتون مرخص بشم و برم استراحت کنم. موفق باشین.